همونطور که توی قسمت قبل گفتم بیهیویر های دیگه هم روی رپلیکیتور تاثیر میذارن بعضیشون روی کل رپلیکیتور تاثیر میذارن یعنی کلش رو به عنوان یه آبجکت در نظر میگیرن بعضی روی دونه دونهش تاثیر میذارن مثلا اینجا من اگر یه دونه توی سیمولیشن یه ورتکس اگه به این رپلیکیتور بدم و پلی بکنم شما همونطور که میبینین یه گردباد اینجا ایجاد میکنه یه ورتکس اینجا ایجاد میکنه و روی تمام اونها روی تک تکشون تاثیر میذاره اما اگه من مثلا به طور مثال بیام اینجا یه ویند به همین رپلیکیتور بدم این ورتکس رو من آف میکنم اف هفت رو بزنم که با هم ببینیم یه باد از اینجا مثلا به این سن اگه من پلی رو بزنم الان شما میبینید که این باد روی تمام این رپلیکیتور با هم اثر میزه اینجوری که دونه دونه اینها رو حل بده و عین یه توربیولانس هوای طوفان اونها رو فوت بکنه یا مثلا اینجا یه بیهیویر دیگه هست مثل ریپل که اگر ما اینجا نگاه بکنیم مثل قطره آبی که توی آب میفته اونها رو ریپل میکنه پس میزنه همونطور که شما دیدین هم روی تمام دونه های رپلیکیتور اثر میذاره نکته جالب دیگه که وجود داره این که من میتونم اینجا این دایره رو به عنوان یک اترکتور به عنوان یه چیز جذاب معرفی بکنم و اگر من اینجا پلی رو بزنم همونطور که شما بینین تمام دونه های این رپلیکیتور میان و جذب این میشن حالا اگه من جابجاش بکنم همونطور که شما میبینید باز هم جذبش میشم یعنی اگه من اینجا بذارمش یا مثلا اینجا بذارمش و پلی رو بزنم میبینید که میان سمتش و جذب این دونه چیزی میشن که من به عنوان اترکتور بهش معرفی کردم خب با این پیش زمینه شما میتونید خودتون بیاین توی بیهیویر به رپلیکیتورتون ریپ انواع اقسام بیهیویر های مختلف رو بدید و ببینید که روش چه تاثیر میذاره طبیعتا مهمترینش همین قسمت سیمولیشن و بیسیک موشن هستن بقیه اش کامرا یا مثلا موشن تریکینگ اینا بیهیویر هایی هستن که خاصن مثلا این کامرا فقط مال دوربینه یا موشن تریکینگ فقط مال کار ترک کردنه ولی خب سیکونس رپلیکیتوری که ما با هم دیدیم شیپسی که ما سیمیلیشنی که اینجا داریم یا بیسیک موشن میتونه براتون جالب باشه